اصولا ما به جای این که بر طبق معمول به اثبات خدا بپردازیم، بهتر است کلام خودمون رو با انکار خدا شروع بکنیم. البته منظور این است که ببینیم کسانی که خدا رو انکار کرده اند یا همکنون میکنند و شاید از یکی دو قرن به این طرف تعداد این قبیل اشخاص بیشتر شده و اقسام و انواع تفکرشون تنوع بیشتری پیدا کرده، چی میگویند و چرا خدا رو انکار میکنند. این امر دلایل بسیار زیادی داره، یا بهتر بگیم موجبات زیادی داره و همیشه هم بوده، یعنی سوابقی داشته است در عالم انسانی. انکار خدا تازگی ندارد، منتها شاید شیوعی رو که امروز پیدا کرده قبلا نداشته. به عنوان یک امر شایع و رسم معمول تلقی نمی شده و الا همیشه وجود داشته. موجبات عمومی برای این کار وجود داره و علاوه بر اون موجبات اختصاصی هم در عالم معاصر برای این امر پیدا شده. به اختصار باید اشاره به این موجبات کرد. از جمله این موجبات این است که بعضی خدا رو به اون صورتی که میخواهند پیدا نمی کنند، یعنی خدا رو طوری بهشون میشناسونن یا طوری بهشون شناسوندن که نمیتوانند بپذیرن، طلبشون رو برآورده نمی کنه، آتششون رو از بین نمیبره. در واقع این قبیل اشخاص اشتیاق بسیار شدیدی به قبول خدا، به تصدیق خدا دارن، از ته دل مایلن، مشتاقن که خدا رو داشته باشن، منتها خدا رو به صورتی بهشون نشون میدن که نمیتونن بپذیرن، نمیتونن بگیرن، یعنی همون نیست که اونها میخوان و همین سبب رضای خاطرشون رو موجب نمیشه. در واقع این قبیل اشخاص در این حال که حرمان دارن، در این حال که طلب برنیاورده دارن، همینطور در آتش اشتیاق چیزی که میخواستن داشته باشن و نتوانستن به دست بیاورن میسوزن و میسازن. یک نوع سوز و سازی دارن، خدا را انکار میکنن بدون اینکه راضی به انکارش باشن، صرف به همین جهت که اون چیزی رو که میخواستن از خدا اون رو نیافتن. خدا را به صورتی بهشون معرفی کردن که نه تنها معقول نبوده بلکه مطلوب اونها هم همین نبوده است که اینها گفتند و نشون دادند. یه دلیل دیگر این است که خداشناسان معمولا به دو قسم تقسیم می شوند. یکی کسانی که خدا رو هم در نظر و هم در عمل می شناسند، هم به زبان و هم به دل می شناسند و همین سبب رفتارشون هم گفتارشون رو تأیید میکنه در مورد خداشناسی. اما دستی دیگر کسانی هستن که خدا رو فقط در نظر میشناسن، به علم میشناسن، شاید به دلیل هم میخواهند اثبات بکنن، خودشون رو معتقد میدانن ولی حساب اعمالشون رو جدا نگه میدانن، هرگز تأثیر نمیدهن اعتقاد به خدا رو در حیات عملی خودشون. به همین سبب از اقسام خلافها، از اقسام فسادها، از اقسام نابکاریها و تبهکاریها صرف نظر نمی کنن، در این حال که خودشون رو قائل به خدا و معتقد به وجود او می دانن. این امر باعث می شود که کسان دیگری که ناظر به همین اعمال هم، رفتار این خداشناسون رو به حساب خداشناسی اونها میگذارن و نمیتونن اونها رو جدا بکنن از هم دیگه، یعنی میگویند یا لااقل به زبان حال میگویند که اگر شناختن خدا این اثر رو نداشته باشد که انسان رو تقلید بکنند، برگرداند، عوض بکنند، رفتارش رو تغییر بدهد،
تأثیری در انسان بکند که معلوم بشود که واقعا قوه مؤثری است، قوه خلاقه است، چه لزومی دارد، چه فایده‌ای دارد. پس در واقع اگر از این اعتقاد حاصلی نیست، چه لزوم است که حفظ بشود؟ یعنی در واقع خدا نشناسان در عمل که در این حال از لحاظ اعتقاد خودشون رو خداشناس می دانند، این صدمه رو به خداشناسی می زنند که کسان دیگری رو با اعمال خدا نشناسانه خودشون از خداشناسی بیزار می کنند. و امثال این قبیل اشخاص هم بسیار زیادند که به راهی دیگر غیر از راه خدا رفتند، صرف اون مناسبت کسانی که راه خدا می رفتند بر حیات عملی خودشون خدا رو نشون ندادند، خدا رو منعکس نکردن. دلیل دیگری هم که برای انکار خدا وجود داره و قبلا هم شاید وجود داشته است این است که کسانی میخواهند خدا رو مثل یکی از اشیاء و اموری که در حیات همین جهان میبینن و میشناسن، چه مادی و معنوی، ادراک بکنم، بشناسم، بفهمم. همونطوری که ذهن اونها، فکر اونها، عقل اونها امور این جهان رو میفهمد، اشیاء این جهان رو میبیند و میشناسد، خدا رو هم با قیاس به یکی از همین اشیاء و امور بشناسن و دریابن، مثل همون اشیاء اونها رو لمس کنن، مثل همین افکار محدود همین جهان اونها رو به خاطر بگذرانند و در ذهن خودشون بگنجانند. و چون نمی شود، این کار امکان ندارد، خلاف منطق است، به همین جهت است که خدا رو نمی توانند بپذیرند. این که میگیم خلاف منطقه، برای این عرض میکنم که خدا امر لایتناهاست، امر غیر محدوده، امر مطلقه. بنابراین طبیعی است که به ذهن محدود ما، به فکر نسبی ما و در ادراک متناهی ما نباید بگنجد. خدایی که ما او رو بفهمیم دیگه نمیتونه خدا باشه، برای اینکه خودش رو محدود کرد به فهم ما و با همین محدود شدن خودش رو از خدایی انداخت. به همین جهت است که خدا اگر وجود داشته باشد، البته این تردید رو میکنیم برای اینکه هر دو فریق رو، هر دو قبیل رو، یعنی هم منکرین و هم معتقدین رو در نظر داریم، والا تردید از لحاظ ما موردی نداره و از لحاظ هیچ انسان که به فطرت خودش ناظر باشد موردی ندارد. ولی با همه این اول اجاله میگوییم اگر وجود داشته باشد، نباید طوری باشد که او رو بشود به ادراک محدود فهمید، در ذهن محدود گنجانید، و الا اون دیگر خدا نیست، بلکه یکی از احوال و اطوار و شؤون مختلف فکری ماست. به همین سبب است که این قبیل اشخاص که خدا رو انکار میکنن چون میگویند من خدا رو نمیفهمم، در واقع میخواهم چیزی رو به نام خدا بپذیرند و بفهمند که اون دیگر خدا نیست. چون اگر فهمیده شود، عرض کردم، از مطلق بودن، غیر متناهی بودن و کامل بودن خودش پایین میاد، در حدود امور نسبی و متناهی قرار میگیرد. بنابراین این سوء تفاهم باید رفع بشود که ما صرف به این مناسبت که خدا رو نمیتوانیم تصور بکنیم، خدا رو نمیتوانیم در ادراک خودمون جا بدهیم، انکارش بکنیم. اگر می توانستیم جا بدهیم دیگر خدایی نداشتیم. این اصل رو باید قبول کرد و باید بهش توجه داشت. یکی دیگر از این موجبات که برای انکار خدا وجود داره و شاید شدت اون، یعنی فوران اون از رنسانس به این طرف در اروپا حاصل شده باشد، این است که انسان
در قرون جدید و قرون معاصر یک نوع احساس بلوغ در خودش میکنند، یعنی تصور میکند که بالغ شده، بزرگ شده، رشد پیدا کرده، بنابراین میتواند متکی به خودش باشد، میتواند قائم به خودش باشد. این همون نهضتی است که به نام یومانیسم در اوایل رنسانس در اروپا پیدا شد، یعنی قول به اصالت بشر، انسان رو اصل گرفتن، به این معنا که انسان که در این دوره به خودش باز آمد و از قید تعصبات مذهبی قرون وسطایی خودش رو آزاد اعلام کرد، خواست بگوید که من میتوانم سر پای خودم بیستم، من میتوانم خودم باشم و جز خودم چیزی رو یا کسی رو نشناسم، من میتونم اتکا به خودم نکنم. اگر تا حالا هزار سال در سراسر قرون وسطا یا شاید 1400-500 سال اگر در افترای مسیحیت حساب بکنیم منو به نام دین اداره کردن، حیات منو به نام دین رهبری کردن و خدا حاکم بر من بوده، تکلیف من در آسمان تعیین می شده، حالا دیگر می خواهم خودم باشم، تکلیفم رو خودم تعیین کنم، اتکای من به خودم باشه، من به نیروی عقل خودم، به قوه فکر خودم، به قدرت ادراک خودم مسیر حیات خودم رو تعیین بکنم. نه اینکه دین، پیغمبر، خدا، کتاب آسمانی یا به نام او کشیش یا ملا یا هر فرد روحانی دیگری تکلیف زندگی منو تعیین بکنه. البته این امر قوت گرفت، یعنی بشر با توجه به اینکه میخواهد خودش اصل باشد نه اینکه فرع دین و فرع خدا محسوب بشود، رفته رفته با پیشرفت قرون جدید و قرون وسطا و مخصوصا با پیشرفت علوم و صنایع در این قرون اهمیت بیشتر پیدا کرد. این که عرض میکردم با پیشرفت علوم و صنایع اهمیت بیشتر پیدا کرد به این مناسبت است که علم و صنعت چون ترقی کرد، چون نتایج شگرف حاصل کرد، چون مجهولاتی رو معلوم کرد برای انسان که قبل از اون تصورش هم امکان پذیر نبود و اینها همه به نیروی تفکر و تعقل حاصل می شد، به همین سبب انسان خیال کرد که حالا که می تواند خود او به نیروی فکر خودش، به قوت عقل خودش این همه آثار عجیب حاصل بکن، این همه مجهولات رو کشف بکن، این همه آثار حیرت انگیز از خودش ظاهر بکن، زندگی رو زیر رو بکنن، مبنای معاش رو عوض بکنن، وقتی از یک همچون نیروی برخوردار است، از یک همچون قدرتی بهرمند است، میگر که احتیاج دارد به این که تابع دین باشد، به توفیل خدا زندگی کند یا خط مشی حیات او رو در جای دیگری جز در داخل فکر خود او تعیین بکنه. بنابراین اکتشافات علمی و ترقیات صنعتی و انقلابی که از این طریق در حیات بشر حاصل شد تأثیر شگرفی در این امر گذاشت که انسان رفته رفته انکار خدا رو بیشتر بکند و در این امر راسختر باشد. البته این تصور خود به خود نتیجه حاصله از راسیونالیسم بود. وقتی میگوین راسیونالیسم منظور این است که انسان همه چیز رو بخواهد به دلیل عقل
و علمی که ناشی از عقل است اثبات بکنه و اصل برای او عقل و علم باشد. در همه زمینه ها فرق نمی کنه، حتی در انفعالات، در معتقدات، در احساسات، در همه جا به حساب عقل عمل کند و با حکم علم نتیجه بگیرد و همون رو به پذیرد که عقل می گوید و علم می خواهد. و نظیر این امر رو ما بسیار زیاد می بینیم، هم اکنون در بین خودمان، تازه بعد از اینکه در مغرب زمین این امر دارد کم کم اعتبارش از دست می دهد، در مشرق متداول می شود و اوج می گیرد. یعنی با هر کسی روبرو می شوید می گوید که به دلیل علم برای من اثبات کن، یا دلیل علمی برای اثبات اون بیاور. این همون توهمی بود که انسان رو حاصل شد بعد از اون که اکتشافات صنعتی حاصله از ترقیات علمی رو دید و از اون پس خیال کرد که حالا که این نتیجه رو با این همه عظمت من میتوانم از علم بگیرم و از استدلال عقلی که مبنای علم است متوقع باشم، بنابراین هر چیزی رو میتوانم با این ملاک بسنجم و این طور حساب بکنم که اگر بشود برای چیزی دلیل علمی اقامه کرد صحیح است و الا قابل اعتنا نیست. همین توهم که راسیونالیسم به این عنوان موجب این شد که انکار خدا به محافل اهل علم و ادب و فلسفه راه پیدا بکند و کسانی این امر رو نشانه روشن فکری بدانند، نشانه علم دوستی و عقل پرستی بدانم. و البته از ابتدا مطلب درست نبود، برای اینکه زمینه علم زمینه خاصی است، مطلب عقل مطلب مخصوصی است، نه تنها در مورد معتقدات دینی بلکه حتی در مورد مطالب ذوقی، مطالب هنری، مطالب احساسی، مطالب انفعالی هم کمیت عقل لنگ است. و این نقصی برای عقل نیست، عقل در حد خود تمام است، میزان صحیحی است، منتها مشروط بر این که به حد خود محدود بشه. اگر از حد خود خارج شد و خواست در زمینه‌ای که مربوط به او نیست مداخله بکند و اون که رو که از او ساخته نیست به خودش ببندد یا خودش رو قاضی بداند، در مطلبی که در امری که قضاوت او ملاک اعتبار نیست، در حدود صلاحیت او نیست، در حدود مهارت او نیست، خطا میکند، اشتباه میکند. و این همون اشتباهی بود که انسان در ابتدای قرون جدید در اوائل رنسانس کرد و بعدن این اشتباه رفته رفته رسوخ پیدا کرد و به صورت ملکه راسخه در آمد، تا به حدی که برای بعضی از اشخاص جزء بدیهیات و مسلمیات به حساب آمد و هم امروز هم به حساب می آید تا حدودی. البته امر دیگری هم کمک کرد و اون این است که انسان وقتی که انکار خدا کرد و در نتیجه انکار دین کرد، تصور کرد که از این راه آزادتر می شود، آزادتر نه تنها در استدلال به عقل و علم و فکر خودش، بلکه آزادتر در اعمال خودش، در رفتن به دنبال هوای نفس خودش، در تبعیت از مشتهیات خودش. یعنی در واقع بندی رو که دین به نام خدا به پای او گذاشته بود، زنجیری رو که کلیسا به نام مسیح بر گردن او انداخته بود، این بند رو، این زنجیر رو پاره کرد. بنابراین توانست هر که بخواهد بکن.
دل خودش رو هم مثل خرد خودش آزاد بگذارد، انان گسیخته بکنند، افسارش رو به گردنش بیندازد، از هر جا که بخواهد سر در بیاورد. بنابراین قید و بند از اعمال برداشته می شد با انکار خدا، و انسان احساس می کرد که دیگر چون مراقبی ندارد، چون خوف و خشیتی در میان نیست، بنابراین او هر که بخواهد می تواند بکند. و البته این امر موافق هوا و هوس او بود، موافق خواسته های او بود، ولو اینکه عواقب بدی داشت، ولو اینکه معالن به زیان او بود. عیناً به این میمون که کودکان نوبلوغ، کودکان نورسته، وقتی تازه به سن بلوغ میرسند، میخواهند آزاد باشند. آزاد در چی چیز؟ در هر چه که میخواهند بکنند. بنابراین اگر قید تبعیت از پدر و مادر از گردن اونها برداشته شود و تصور بکنند که میتوانند بعد از این دیگر اونطور که میخواهند رفتار بکنند، هوس میکنند، ذوق میکنند، دست به هم میزنند، خودشون رو سعادتمند احساس میکنند. چرا؟ برای اینکه میتونند بدون قید و بند، بدون راد و مانع، به دنبال خوشی هایی برنند که دلشون میخواهد و موقتا از اون سرمست و سرخوش میشوند. حالا در آتیه بعد از گذشت چند سال به کجا میرسند و چه حسی میکنند و چه نتیجه ای میگیرند، تصور اون برایشون در اون حال ممکن نیست. انسان هم به یک همچو وضعی دچار شد در اوایل قرون جدید، یعنی با کنار گذاشتن خدا احساس کرد که آزاده، بنابراین میتواند خوش باشد، میتواند سرمست باشد، میتواند آزاد باشد، میتواند هر چی که بخواهد بکند. بنابراین موقتاً چون این امر برای او لذت بخش بود، هوس انگیز بود، دنبال اون رو گرفت و رفت. تازه تازه در قرن بیستم میبیند که از کجا سر در می آورد، چه عواقبی براش حاصل کرده، چه نتایجی به بار آورده، چگونه باعث انحطاط و انقراض شده و خطر انحطاط و انقراض نسل او رو داره تهدید میکنه، چگونه بلای مخدرات به میان آمده، چگونه بلای مسکرات به میان آمده، چگونه بلای شهوات و بلای جنایات و انحراف ها و بی‌اعتدالی های روانی از این لحاظ ها به میان آمده. البته این برای او در اطلاعی عام قابل تصور نبود. به همین سبب بود که انکار دین و انکار خدا برای او خوشایند بود، مثل از میان بردن سدی و قیدی و مانع و حائلی جلوه می‌کرد. و به همین سبب تقویت شد، روز به روز، سال به سال، قرن به قرن، در عرض دو سه قرن رفته رفته شدیدتر شد، تا اونجا که حضرت عبدالبها فرمودند در اوایل این قرن که وجه عالم رو به لامذهبی متوجه است، یعنی این رویی که برگشته بود به طرف بیدینی، به طرف خداشناسی، دیگر به این آسانی ممکن نبود که او رو برگردانیم به طرف دیگری، بیاندازیم رو به جانب دیگر. میبایست برود، برود تا به اونجا که سرش به دیوار بخورد، تا به اونجا که پایش بلغزد و بیفتد و سرش بشکند، اون وقت برخیزد و بفهمد که راه رو عوضی آمده است، یا از ابتدا راه رو گم کرده، از بیابون سر در آورده. این امر تا در عمل برای او ثابت نمی شد، اثبات اون در نظر و به حکم دلیل و عقل چنان که باید نتیجه بخش نبود. بنابراین طبیعتا این سر رو میبایست بکند تا نتیجه طبیعی اون رو هم بگیرن. یعنی از افتراض تصور نکنم که انسان میتواند قائم به ذات باشد، میتواند به خودش اکتفا بکنه، میتواند خودش رو مستغنی بداند،
علل خصوص اعتماد تام به قوه عقلیه خودش، به استدلال منطقی خودش و نتیجه حاصل از اون که علم خودش باشد نباید داشته باشد. این امر گمراه کننده است که ما خیال کنیم همه چیز رو می توانیم با عقل خودمون ادراک بکنیم، با عقل خودمون بفهمیم و به علم خودمون اثبات بکنیم. این امر صحیح نیست. البته همونطور که در اثنای کلام اشاره کردم قبلا، منکر شرافت و فضیلت عقل نیست. شاید هیچ دیانتی در عالم به اندازه دیانت بهایی درباره اهمیت عقل تأکید نکرده باشه، تا اونجا که لزوم مطابقت دین یا لزوم موافقت دین با علم و عقل رو جزء مبادی روحانی خودش محسوب داشته باشه. اما با همه این نباید تصور کرد که عقل میزان تام است. در مقابل بیاناتی که درباره اثبات شرافت و فضیلت و مزیت عقل آمده است، توجه شما را معطوف میکنم به مطلبی که حضرت عبدالبها بر یک یا دو مورد درباره ناقص بودن میزان عقل در ضمن بحث راجع به موازین اربعه ادراک فرمودند جلب بکنم ازتون. عقل میزان تام نیست، به این معنا که میزان برای ادراک همه چیز نیست. عقل محدود به حدود معینی است. فقط مطالب معینی رو میشود از عقل خواستار بود. عقل قوه ادراک مفاهیم کلی است. عقل قوه استدلال است، یعنی استدلال از مقدمات به نتایج است، ترکیب مقدمات با هم دیگر برای اخذ نتایج. تنها امری است یا بزرگترین امری است که از عقل می شود متوقع بود، کشف مجهول از روی معلوم و پی بردن به ارتباطی که ممکن است در بین معلوم و مجهولی وجود داشته باشد. و البته این امر بسیار مزیت بزرگی است و نفس ناطقه انسان به همین مزیت مستثنا از سایر موجودات است. به همین جهت عقل بسیار شریف است. اما اونجا که نتوان مفهوم کلی تشکیل داد و اونجا که نتوان موضوعی رو در محمولی مندرج کرد و قضیه‌ای به وجود آورد و از اون قضیه کلی قضیه دیگری رو که مشمول آن است نتیجه گرفت، از عقل کاری ساخته نیست. شما نمی توانید مثلا در مورد احساسات، در مورد عواطف، در مورد انفعالات، در این مورد عقل رو میزان تام قرار بدهید، برای اینکه مقوله مقوله غیر عقلی است. مقوله مقوله است که اگر به درجه تامه خودش برسد نام اون رو عشق میگذارم و به کلی امریست ورای عقل، امریست مافوق عقل. بنابراین کمیت عقل در اونجا لنگ است، به پای عقل در اونجا نمیتوان راه رفت. یکی از این موارد که این شحنه در ولایت ما هیچ کار است به قول حافظ، یعنی از عقل کاری ساخته نیست، همین مورد است، یعنی اثبات خداست، راه یافتن به خداست، پی بردن به خداست. برای اینکه خدا مفهوم کلی نیست، خدا نتیجه ای نیست که بشود اون را از مقدمات حاصل کرد. مقدمات مقدم بر نتیجه است، بنابراین فائق بر نتیجه است. اگر بشود از مقدمات وجود خدا نتیجه گرفت، اگر بشود با دلیل به وجود خدا راه یافت، خود اون دلیل و خود اون مقدمه باید امری باشد واضح‌تر، روشن‌تر و مقدم‌تر بر اون نتیجه.
به حال اون که چیزی نمیتواند بر خدا مقدم تر باشد. در واقع به این میماند که شما همونطور که همه چیز رو در روشنایی آفتاب ببینید، بخواهید خود روشنایی رو در پرتو چیزی دیگری ببینید. همه چیز رو به روشنایی خورشید میتوان دید، اما روشنایی خودش به خودش دیده میشود و این نقصی برای روشنایی نیست، بلکه کمال روشنایی. برای دیدن روشنایی فقط بینایی لازم است، اما برای دیدن چیزهای دیگر علاوه بر بینایی روشنایی هم لازم است. به همین سبب است که دیدن چیزهای دیگر واسطه لازم دارد و اون واسطه نور است، اما دیدن خود نور بی واسطه حاصل می شود، یعنی اون رو به خود اون می بینیم. البته این مثالی است که فقط برای روشن کردنه مطلب عرض می کنیم، چون از مثال همیشه باید در حدودی که مثال است توقع داشت، نه اینکه اون رو عیناً بر مطلب منطبق دانست. منظور این است که بدانیم ما همه چیز رو به خدا می شناسیم، اما خود خدا رو فقط به او باید بشناسیم، یعنی از چیز دیگری به خدا راه نمی توانیم ببریم، برای اینکه در این صورت خدای ما فرع اون چیز می شود، خدای ما نتیجه حاصله از اون امر می شود و به این ترتیب از خدایی می افتم. به همین سبب است که بالغین عالم همیشه از اثبات خدا اظهار عجز کردن و بهترین راه برای اثبات خدا همون رو دانستن که بگویند به ذات خودش، به ذات خودش دلالت دارد، یا من دل لذاتهی به ذاتهی، این کسی که ذات او بر ذات او دلیل است، بدون این که چیزی دیگر رو بتوان دلیل بر او کرد. یا این رو به همون مصرع شعر فارسی تأیید بکنن که گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب، و بهتر است که مصرع دومش رو هم کمتر معروف است بگوییم گر دلیلت باید از وی رخ متاب، یعنی اگر واقعا برای اثبات آفتاب دلیل لازم داری کافیست که رویت رو از او بر نگردانی. آفتاب رو فقط به این صورت می شود دید که ما رو به سوی او بکنیم، رومون رو از جای دیگر برگردانیم و به او بدوزیم. جز این راه دیگری برای اثبات آفتاب وجود ندارد، یعنی همه چیز رو در پرتو آفتاب می شود دید، ولی او رو فقط با برگشتن به سوی خود او باید دید. آفتاب آمد دلیل آفتاب. بنابراین در اصل خدای امری نیست که بشود او رو اثبات کرد، برای اینکه اثبات به حکم عقل است، به حکم علم، حکم منطق است، و عقل و علم و منطق هم زمینه خاصی برای خودش دارد. خروج از اون زمینه در واقع علم و عقل رو لطمه می زند بدون که خدا رو اثبات بکنه. نه تنها در مورد خدا، بلکه در مورد روح هم همین حرف رو می شود گفت که فعلا مجال بحث درباره اون نیست، ولی اونجا هم مطلب همین طور است. یعنی اصولا ما اگر بخواییم از راه عقل خدا و روح رو اثبات بکنیم، هم عقل رو از حدود خودش خارج کرده ایم و هم روح و خدایی رو که با عقل اثبات کرده ایم دیگه نمیتوانیم اون روح و اون خدایی بدانیم که باید به همون صورت اون رو بدانیم و بشناسیم. سعی در این مورد حاصلی ندارد و همونطور که اشاره کردم یکی از دلایل بی‌دینی هم همین است که سعی کردن خدا رو از همین راه ها بشناسند، راهی که به سوی او نمی رود و از او و ساحت او سر در نمی آورد. خدا رو به جای اینکه ما اثبات بکنیم باید احساس بکنیم، یعنی به جای اینکه به خرد بپذیریم باید در دل خودمون او را بیابیم، و اگر ما در دل خودمون خدا رو نیافتیم به خرد اثبات کردنش برای ما یا برای دیگران میسر نیست.
در واقع خدا رو باید به دل احساس کرد و بعد با به دست آوردن یک همچه اصل اصیلی بشود همه چیز رو بر اون اساس تأسیس کرد، همه چیز رو با استناد و اتکاء به اون اثبات کرد، بلکه به عنوان اصول موضوعه و علوم متعارفه در بدایت استدلال اونها رو میپذیریم، بدیهی میدانیم و نمیتوانیم بدیهی ندانیم، فقط کافیست به اونها توجه کنیم تا تصدیق کنیم که درست است. و اگر برخلاف این بود، یعنی ما این اصول رو قبول نمی کردیم بلکه توقع داشتیم که همه چیز اثبات بشود در ریاضیات، در واقع هیچ وقت هیچ چیز اثبات نمی شود، در این تسلسل به وجود می آمد، هر حکمی عطف می شد به حکم ماقبل، اون حکم به حکم ماقبل، بنابراین چون هیچ وقت عقل در هیچ جا توقف نمی جست، بلکه همیشه ما قبلی لازم داشت برای اینکه حکم حاضر رو از اون حکم نتیجه بگیرد، همیشه همه چیز معلق بود، هیچ وقت هیچ چیز اثبات شده فرض نمی شد. بنابراین ملازم فرمید در متقن‌ترین علوم، در جامع‌ترین و منضبط‌ترین علوم که ریاضیات باشد، حال بر این منوال است، یعنی توقع اثبات شدن همه چیز رو نمی شود داشت، برای اینکه عقل ناچار با اصلی باید شروع بکند که اون اصل رو قبول بکند، بدیهی بدان و نتواند که بدیهی حساب نکند. البته ممکن است اصل دیگری به جای اون بدیهی بگیرد، ولی اون وقت خود به خود همه نتایج عوض خواهد شد، همه احکام و قضایا فرق خواهد. بنابراین اول باید در نظر بگیرد که آیا میتواند سلسله احکام دیگری رو جز احکامی که فعلا قبول دارد نتیجه بگیرد، و اگر برای او امکان داشت یا ضرورت داشت اون وقت اصول رو بتواند تغییر بده. به هر صورت اون که مسلم است وجود اصل است، اصل اثبات نشدنی، و اون وقت اثبات شدن همه چیز بر مبنای همین اصل که قبلا بدیهی گرفته شده و مورد قبول قرار گرفته است. به طور کلی در همه احکام عقلی همین طوره، در همه جا اصل لازمه، در استدلال عقل به طور کلی شما میبینید که اصولی که اونها رو اصول عقل مینامند، اصلا مثل اصل عدم تناقض فرض بفرمایید، مثل اصل علیت، لازم میاد که ما قبول بکنیم. اصل علیت یعنی اینکه هر معلولی علتی دارد و هر علتی همیشه باید همون معلول به وجود بیاورد، هرگز امری نیست که اثبات شده باشد. اصل عدم تناقض یعنی اینکه دو نقیض با هم دیگر جمع نمی شوند، یا باید یکی رو قبول داشت یا دیگری رو، امری نیست که به حکم عقل اثبات شده باشه. اما اگر ما بخواییم از این دو عرف صرف نظر بکنیم، هیچ چیز دیگر هم قابل اثبات نیست در عالم. یعنی در واقع شما اگر روزی تناقض بگید در ضمن حرفاتون، خود به خود خودتون یا دیگری که توجه به حرفای شما دارد، حرفای شما رو صحیح نمیداند، صرف به سبب همون تناقضی که گفته. بنابراین نباید تناقض گفت. اما چرا نباید تناقض گفت معلوم نیست، دلیل ندارد و نمیتواند داشته باشد، برای اینکه خودش بدیهی تر از هر امر دیگری است که میخواد صحت اون رو اثبات بکنه. به همین سبب است که میگوییم اصولا توقع این که همه چیز به حکم عقل اثبات بشود معنی ندارد، به حکم خود عقل معنی ندارد، بلکه خود به خود باید در جایی توقف جست و اون رو به عنوان اصل قبول کرد. وقتی در مورد امور به خصوص امور جزئی این طور باشد، به طریق اولا در مورد کل عالم هم این طور است. یعنی توقع این که ما همه چیز رو اثبات بکنیم نباید داشته باشیم،
ناچار سلسله امور و اشیا باید منتهی بشود به امری که اون امر رو به عنوان اصل اصیل همه اشیا و امور بپذیریم بدون اینکه خودمون رو اثبات بکنیم و اون وقت همه چیز رو به اون برگردانیم تا بتوانیم بگیم اثبات شد. و اگر دقت بکنید به یک تعبیر خدا غیر از این چیز دیگری نیست، یعنی اصل واحد همه اشیا و امور عالم که همه چیز بر اون تأسیس می شود بدون اینکه خود اون رو بشود بر چیزی تأسیس کرد. خدا چیز عجیب و غریبی نباید به نظر بیاید. خدا وقتی به صورت این اصل نظر گرفته شد، یعنی اصلی که عقل ما لازم دارد برای اینکه بتواند بر اون اصل همه چیز رو تأسیس بکند، قبولش نه تنها مانعی ندارد بلکه حتی لازم هم می آید. عرض کردم نه به این مناسبت که دلیل دیگری اون رو اثبات کرده، بلکه به این مناسبت که اصولا سلسله اثبات و استدلال باید از اونجا شروع بشود. به همین سبب خود اون قابل اثبات نیست، ولی هر چیز دیگری فقط با اون قابل اثبات. من نمیخواهم به این مطلب جنبه فلسفی محض بدهم، بلکه میخواهم برای همه کسانی که حتی اهل فن هم نیستن، اهل اصطلاح هم نیستن، مطلب مفهوم باشه. به همین سبب است که وارد بحث فلسفی محض در این مورد نمیشم. در اینجا ناچار باید توجه کنیم به این معنا که بسیاری از حکمای الهی، بسیاری از انبیا و مخصوصا در این دور مبارک حضرت بهاءالله و عبدالبها برای اثبات وجود خدا دلایلی اقامه فرمودند. همین که ما گفتیم خدا را به دلیل نمی شود اثبات. قبلاً عرض می کنم همین که می گوییم خدا را به دلیل نمی شود اثبات کرد، خودش هم مؤید به بیانات و تعالیم الهی است. یا من دل علی ذاته به ذاته یا لذاته به ذاته که از احادیث اسلامی است، بر کتاب ایقان تأیید شده، تأکید شده، تکرار شده و مفاد اون، مضمون اون در بسیاری از موارد دیگر مورد تأیید قرار گرفته و حتی تشریح و تبیین شده. و حضرت عبدالبها هم به صراحت فرمودند در یک مورد که این دلایل که در اثبات وجود روح و خدا آورده می شود برای نفوس ضعیفه است. توجه فرمید، فرمودند برای نفوس ضعیفه، یعنی خود دلایل مطلقا دلایلی نیست که بشود گفت خدا رو اثبات میکنه، بلکه در برابر نفوس ضعیفه که خود به خود برای هر چیزی دلیلی میخواهند آورده میشود. یعنی در واقع برای این است که نشون داده بشود که همونطور که خدا امری نیست که بشود اون رو به دلیل اثبات کرد، امری هم نیست که اون رو بشود به دلیل انکار کرد. در واقع برای رد دلائل منکرین است، برای رد است، نه محض اثبات. به این معنا که ما میخواهیم با کسانی که منکر خدا هستن روبرو شویم، مواجه بشویم و با همون منطق و عقلی که اونها به میدان می آیند و می خواهند خدا را انکار بکنند نشون بدهیم که انکار خدا امکان ندارد. و اگر اون دلایل معتبر باشد در انکار خدا، در مقابل اونها می شود اون دلایل رو به دلایل دیگری نقض کرد. بنابراین نشون داد که خدا رو نمی شود انکار کرد. اگر درست توجه کرده باشید همه این دلایل دلایل الزامی است و به همین سبب ایمان نمی آورد. ایمان رو صرف توجه قلب و بصیرت فؤاد باید حاصل بکن، صرف تغییر مسیر حیات باید حاصل بکن، ورود انسان به نشأه روحانی باید حاصل بکن. دلایلی که برای اثبات خدا، یا بهتر بگیم برای رد خدا آورده می شود، برای نقض دلائل اهل انکار آورده می شود، یک نوع تمهید مقدمه است، یک نوع آماده کردن زمینه دل برای پذیرفتن خداست.
البته این دلایل متعدد است. مثلا وقتی که میگوییم هر معلولی علتی دارد، هر حادثی مبدعی دارد، بنابراین عالم هستی هم که حادث است و معلول است، چون به چشم خودمون میبینیم که حادث است و اشیا در اون قبلا نبودن و بعدا به وجود آمدن، یا قبلا به صورت دیگری بودن و بعدا به صورت دیگری در آمدن، بنابراین لازم است که امر قدیم دیگری بودن و بعدا به صورت دیگری در آمدن، بنابراین لازم است که امر قدیمی مقدم بر اون باشد تا این حدوث معنی پیدا بکنه، مبدعی مقدم بر اون وجود داشته باشد تا بتوان این رو از اون نتیجه. یا وقتی که اون معتبرترین استدلال برای اثبات وجود خدا که از عبدالبها در باره اون تأکید فرمودن و حکمای مغرب زمین هم از هر جا برگشتند و به اون رسیدن در مورد اثبات خدا، یعنی نتیجه گرفتن خدا به عنوان کمالی که از نقص نتیجه گرفته میشن، به این معنا که چون همه جا می نگریم و می بینیم نقص می بینیم در عالم و همه چیز رو در عین نقص پیدا می کنیم و از طرف دیگر نقص امر عدمی است، بنابراین تصور اون جز در مقابل تصور کمال معنی ندارد. پس اگر احساس می کنیم که همه چیز به همه جا ناقص است، خود به خود با همین احساس قبول کرده ایم که کمالی معنی دارد، تا این نقص با توجه به اون و با نسبت به اون بتواند معنی پیدا بکند، چون خود نقص امر عدمی است، امر وجودی نیست، بنابراین نمیتواند به عنوان نتیجه‌ای تالی مقدمه دیگر به حساب بیاید. صرف این دلایل فقط برای همین است که ما رو متوجه بکنند که انکار خدا برای ما الزام آور نیست. نه تنها الزام آور نیست، بلکه امکان ندارد. این که عرض کردم اصل استدلال است، اصل تعقل است، به این معناست که ترک اصل امکان ندارد. ما نمیتونیم اصل رو اثبات کنیم، ولی ضمناً نمیتونیم اون رو ترک هم بکنیم. اصل عدم تناقض اثبات نمیشود، ولی در شرایط فعلی طرز تعقل ما نمیشود این اصل رو ترک کنیم. بالکل طرز تفکر خودمون رو عوض بکنیم، اون وقت باز ناچار برای تفکر جدید خودمون اصلی باید اتخاذ بکنیم. و به همین جهت است که در هیچ زمانی، به جرأت عرض میکنم، در هیچ زمانی هیچ کس، با تکرار میکنم، به جرأت عرض میکنم هیچ کس، منظورم از این تأکید این است که بدانید که مطلب چقدر بر خود بنده مسلم است، لااقل هیچ کس در هیچ زمانی تا حالا نتوانسته است و از این به بعد هم نخواهد توانست که خدا رو انکار بکنه. البته ممکن است به نظر عجیب بیاید، چون ما ابتدای سخنان خودمون رو امروز با همین امر شروع کردیم که عده‌ای به جد و به اصرار خدا رو انکار میکنن و شرح دادیم که چرا و چگونه این کار رو میکنن. اما حالا برمیگردیم به همون مطلب و میگوییم که اشتباه میکنن، یعنی امر بر خودشون مشتبه هست، خیال میکنن که خدا را انکار میکنن. و اگر به کنه حرفهاشون برسیم، اگر به ته دلشون راه پیدا بکنیم، میبینیم که نمیتوانند از خدا دست بردارن. چیزی رو انکار میکنن که خدا رو نمیتوانند اون بدانن و در عوض به نام دیگری، به اسم دیگری، به رسم دیگری
خدا رو میپذیرن. یعنی در واقع تصورشون از خدا متفاوت است با تصوراتی که معمولا در عرف متداول از خدا دارن، و به همین جهت نام اون رو هم خدا نمیذارن، برای اینکه خیال میکنن خدا باید همون باشد که مردم تصور میکنن یا تصور کردن اون حالا، و حال اینکه اصل همین مطلب درست نیست. از ابتدا اولیای ادیان تصدیق کردن که هیچ دو نفر رو نمیشود پیدا کرد که خداشون یکی باشه، یعنی هر کسی خدا رو به نحوی تصور میکند، به صورتی میتواند بفهمد و بپذیرد، و به همون صورتی هم که فهمیده و پذیرفته است از او مورد قبول است. الطرق الالله على عدد انفس الخلائق، به تعداد کسانی که وجود دارن به همون اندازه راه به سوی خدا وجود. حتی در یکی از روایات آمده است که گفته شده است اگر بنا بود مورچه میتوانست خدای خودش رو مجسم بکند، مصور بکند، خدای او به صورت این مورچه های درشت بالداری که دوتا شاخ هم بالا سرشون دارن مجسم میشود، برای اینکه نمیتوانستن از حدود ادراک خودشون خارج بشن. پس به این ترتیب هر کسی، هر شخصی خدای خودش رو دارد، منتها دارد، یعنی نمیتواند نداشته باشد. حتی منکرین خدا هم خدای خودشون رو دارن، برای اینکه اصولا خدا قابل صرف نظر نیست، قابل این که بشود او رو کنار گذاشت نیست، نمیشود او رو کنار گذاشت، یعنی انسان این کار نمیتواند بکن. چرا نمیتواند بکنه؟ چون انسان اقتضای زندگی او، اقتضای حیات خاص انسانی او این است که متوجه به سمتی باشد، فکر او، حیات او، عقل او، عشق او، ذوق او و هر چیزی که مربوط به او باشد هرگز توقف نپذیرد، هرگز جامد نشود، ساکن نشود. و این امتیاز انسان از حیوان است، فرق انسان با حیوان. حیوان به غالب افتاده، یه حیات ماشینواری پیدا کرده، در حدود خاصی محدود شده، در واقع منجمده، متبلوره، به همون صورتی که هست و از اون صورت خارج نمی شود. حیات برای او یک وجه و یک معنا بیشتر ندارد. اما انسان اینطور نیست. معنی انسان بودن، معنی حیات انسانی در همین سیلان است، در همین سریان است، در همین است که مدام جاری باشد، هرگز توقف نپذیرد. به همین سبب ممکن نیست انسان به جایی برسد که بگوید یافتم و تمام کردم و دیگر چیزی برای جستن ندارم. همیشه انسان چیزی برای جستن دارد، همیشه انسان چیزی دارد که دنبال اون بگردد و برود، و اگر این خصوصیت از انسان بگیریم دیگر نمیتوانیم انسان رو انسان بده. همینقدر که انسان متوقف شد، گفت دیگه تمام کردم، دیگه به دست آوردم، دیگه چیزی ندارم که بجویم، همون موقع دیگه انسانی در میان نیست، همون موقع حیات خاص انسانی انسان متوقف. انسان مدام باید در جستجو باشه، میجوید، میابد، به دست میآورد، ولی میبیند اون چه او میخواست همین نیست یا به همینجا تمام نمیشود. سهمی از اون چه میجست و میخواست به دست آورد، ولی باز دنباله دارد، باز بقیه دارد، و این دنباله هرگز تمام نمیشه. بنابراین مدام انسان مجهولی دارد که این مجهول معلوم شدنی از هر لحاظ نیست.
اگر هم جزئی از اون، صورتی از اون، جنبه‌ای از اون معلوم بشود، باز اجزا، صور و جنبه‌های دیگری از اون وجود دارد که هنوز مجهول است. باید دنبال اون برود. و این مجهول داشتن و مجهول لایتناها داشتن، مطلوب داشتن و مطلوب لایتناها داشتن خصوصیت انسانه. هیچ انسانی نمیتواند به خور و خواب و خشم و شهوت راضی باشد و همون موقع که خواست این کار رو بکند دیگه انسان نیست، بلکه حیوان. دقت بفرمایید در کسانی که گفتن معنی زندگی رو فقط در همین میدانیم که بخوریم و بخوابیم و شهوت برانیم و خوش باشیم و جز این چیزی از زندگی نمیخواییم. همین اشخاص به جایی میرسن که میخورن، میخوابن، شهوت میرانن، خوش میگذرانن، ولی هرگز چیزی رو که میخواهن به دست نمیآورن. یعنی هنوز میبینن که میخواهند و چی میخواهن معلوم نیست و با همین امر نشون میدهند که خواهش اونها فقط خواهش نفس نیست، برای اینکه به دست میاد ولی رضا حاصل نمیکنه، رضای خاطر حاصل نمیکنه. یعنی باز دنباله داره، باز این خواهش بقیه داره، باز به دنبال اون چیز دیگری باید خواست. یعنی انسان لازمش این است که در فکر خودش، در زندگی خودش، در حیات عقلی و عشقی و عملی خودش همیشه مجهول داشته باشد، همیشه مطلوب داشته باشد، ولو این که به طور نسبی مجهول او معلوم بشود، به طور نسبی مطلوب او حاصل بشود، به طور مطلق هرگز حاصل شدنی و دست آمدنی نیست. بنابراین مجهول مطلقی در زندگی انسان هست. انسان چیزیست یا کسیست که در زندگی خودش راز دارد، رازی که نمیتواند به اون دست پیدا بکنه و همین راز است که به زندگی او معنی میدهد. زندگی او رو زندگی انسانی میکند، زندگی بشری میکند. پس به این ترتیب انسان نمیتواند قانع باشد به اون چی که در دست دارد یا به اون چی که به دست آورده است، قانع باشد به اون چی واقعا حاصل کرده است، بلکه همیشه چیزی دارد که میخواهد حاصل بکند و حاصل نمی کند. یعنی به دست نمی آید، مدام با او فاصله دارد، ولی انسان می خواهد این فاصله رو کم بکند. پیش می رود به سوی او، قدم بر می دارد به سوی او، این راز رو می گشاید تا حدودی، ولی به همون اندازه که می گشاید می بیند که از جهات دیگری اون راز مجهول تر می شود، مرموز تر می شود. به همین سبب است که توجه به مجهول مطلق، توجه به مطلوب مطلق، امری که در لایتناهاست ولی با همه این خواسته می شود، امری که غایت آمال و اعمال است ولی هرگز به دست می نگه، چون اگر به دست آمد یه غایت نیست، در دست ماست، ایدئال نیست، کمال مطلوب نیست، قابل صرف نظر نیست و اگر دقت بکنیم از خدا هم چیزی جز همین نمیخواهیم. یعنی خدا رو به همین معنی میگیریم، غایت مطلوب، کمال مطلوب، غایت قصوای سیر انسان، مجهول مطلق، مطلوب لایتناها، که در همون حال که مجهول است در همون حال از لحاظی معلوم است. این که عرض میکنم در همون حال که مجهول است در همون حال هم معلوم است، توضیحی لازم داره. اجازه بدید برای توضیح این امر از یکی از کلمات حکما استشهاد بکنید. این حکیم، حکیم الهی افلاطون است. افلاطون میگوید که ما اگر چیزی رو بشناسیم به دنبال اون رفتن برای ما معنی نداره، چون میشناسیم، بنابراین دیگه دنبال چی میخواییم. اما اگر چیزی رو نشناسیم بازم به دنبال اون رفتن برای ما معنی نداره. وقتی دنبال چی میخواییم بریم؟ وقتی چیزی رو نمیشناسیم دنبال چی میخواییم بریم؟ وقتی دنبال چیزی میگردیم، دنبال کسی میگردیم، یعنی اون کس رو میشناسیم، دنبالش میگردیم.
بنابراین ملاحظه میفرمید همینقدر که ما دنبال چیزی میگردیم هم باید بر ما معلوم باشه هم بر ما مجهول باشه، هم باید در دست ما باشه و هم در دست ما نباشه، هم با ما باشه و هم دور از ما باشه و هم جدا از ما باشه. توجه میفرمید که توجه به رازی که اون راز برای ما هم پنهان است و هم پیداست، چون اگر ناپیدا بود به دنبال اون گشتن و دنبال اون رفتن در پی جستجوی اون برآمدن معنیش رو از دست می‌داد. از طرف دیگر ناپیداست، چون اگر ناپیدا بود به قول افلاطون دیگه ما کی رو می‌خواستیم پیدا بکنیم؟ این معلوم که در این حال مجهول است، این مجهول که در این حال نمیتوانیم از اون صرف نظر بکنیم، نمیتوانیم کنار بگذاریم، نمیتوانیم بگیم حالا که مجهوله پس باشه، چون به محض اینکه طرف رو زدیم خودمون رو محله حیوانیت پایین میآوریم و نمیتوانیم این کار رو بکنیم. یعنی انسان نمیتونه بگه حالا که مجهوله باشه، بلکه همین قبل توجه کرد به اینکه مجهولی دارد، توجه به اون مجهول باید بکنه، دنبال اون مجهول باید برود، سعی باید بکند که اون مجهول رو به دست بیاورد، ولو این که نتواند. عرض کردم هم نمیتواند، چون اگر توانست با همین توانستن سیر حیات خودش رو به آخر رسونده، وقتی سیر حیات به آخر رسید دیگه انسانی وجود ندارد تا چیزی بخواهد یا نه. بنابراین انسان وقتی میتواند از خدا صرف نظر بکند که بتواند مجهول رو کنار بگذارد، بتواند دنبال مطلوب نرود، بتواند چیزی رو به عنوان غایت آمال و اعمال برای خودش تلقی نکند، حتی فرقی و مسالکی که جزء اصول آرائشون این است که خدایی وجود ندارد، با همه این قائل به آخر زمان هست. البته این اصطلاح براشون خیلی غلیظه و به جد حاشا میکنن از اینکه قبولش داشته باشن، برای اینکه اختصاص به ادیان داره. برای اینکه دقت بکنید اینها هم روزی رو انتظار میبرن که در اون روز اون که میخواهند حاصل بشود و اون که میپرستند به اون واصل بشوند و اون روز هنوز نیامده است و شاید هیچ وقت نیاید، ولی تصور اون به عنوان محرکی برای فکر اونهاست، به عنوان غایتی برای آمال اونهاست. روز موعود، روزی که باید بیاید و اون که اونها میخواهند در اون روز جلوه بکنند. از کلم اون که اونها میخواهند جرأت بیشتر پیدا بکنند و بگویم اون که اونها میپرستند، برای اینکه واقعا میپرستند، به خدا قائل نیستند ولی چیز دیگری رو به جای او و جز به نام او میپرستند، معبودشان است. نه تنها محبوبشان است بلکه به همون اصطلاح دینی معبودشان، در راه اون خودشون رو فدا میکنند و به حسب ظاهر هم قائل به جهان دیگر نیستن و خودشون رو دارای ایمان نمی دانن. همه چیز رو محصور به ماده و عالم جسمانی ظاهری می بینن، با همه این خودشون رو، وجود خودشون رو که جز همین وجود محسوس و مادی و ظاهری چیزی دیگری نیست و از اون هم چیزی دیگری به جان نمی ماند بقیده اونها، فدا می کنن و از دست می دهن برای اینکه به اون ایدئالی که میپرستن خدمت بکنن. پس ملازم فرمید که نمیتوانن صرف نظر بکنن از توجه به امری که حاصل نیست و باید حاصل بشه، امری که واقعا وجود ندارد و باید وجود پیدا بکنه. برای انسان جزء شروط واقعی ظاهری حیات جسمانی نیست، ولی نمیتوان از اون صرف نظر کرد و باید به اون روی آورد، اگرچه در آینده بسیار دور باشد که تصور اون رو نتوانند بکنن
که این آینده کی میرسد و آیا میرسد در واقع یا خیر. پس به این ترتیب توجه به غایت آمال، توجه به غایت اعمال، توجه به غایت افکار برای اینها هم ضرورت داره و همین ضرورت ایجاب میکند که امری معبود اینها قرار بگیرد، محبوب اینها قرار بگیرد، معتقدات رو داشته باشن، مقدسات رو داشته باشن، کمال مطلوب رو داشته باشن، واقعیات رو فدای اون کمال مطلوب بکنن، رو به سوی اون سیر بکنن بدون اینکه به دست بیاورن. این رو غایت سیر حیات انسانی بدانن، ولی با همه این نام اون رو خدا نگذارن. هیچ اشکالی نداره، ما مقید به اسماء نیست، مقید به اسم و رسم و نام و نشان نیست. اصلا خدای ما خدایی است که نام و نشان ندارد، و اگر بخواهیم واقعا خداشناس باشیم باید از او خودمون سلب نام و نشان و اسم و رسم.